بیانیه 5,200,000 عراقی که خواهان خلع ید از رژیم آخوندی در امور عراق و به رسمیت شناختن موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران شده اند، پیشروی درخشان همین جبهه است. این بیانیه پیروزی و گشایش بزرگی است که مسیر سیاسی صحیح به سوی دموکراسی و امنیت و استقلال عراق را با نفی مداخلات رژیم که حیات و دموکراسی عراق را هدف قرار داده پیش روی عراقیان و همه جهان می‌گذارد. بله، این بیانیه صدای مردم عراق است که باید شنیده شود. این بیانیه یک چلچراغ سیاسی، اجتماعی و فروغ تاریخی دیگری است که پایداری 3 سال گذشته و همچنین خون کارگران شهید اشرف در اون به بار نشسته و 2 دهه کاردار شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران رو برباد داده. این واقعیت که 5,200,000 نفر از جمعیت 18 سال به بالای عراق اعلام کردند که اتهام تروریسم علیه مجاهدین هیچ مشروعیت و اعتباری نداره، نشون میده که به طریق اولا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران هیچگاه اعتنایی به این برچسب نداشتند. خوشبختانه عراقیان از ملل متحد، سازمانهای بین المللی و کمیته بین المللی وکلا برای ملاحظه و بررسی اسناد امضا شده بیانیه تاریخیشون دعوت به عمل آوردند. ما هم به قبول این دعوت به ویژه توسط شورای امنیت ملل متحد فرا می‌خوانیم. این بیانیه گواه آن است که استراتژی خلعیت از ارتجاع حاکم بر ایران و همبستگی با مجاهدین و مقاومت ایران اکنون مسیر اتفاق نظر بین المللی رو طی میکنه و دور نیست که به یمن پایداری فرزندان رشید ایران در عرصه جهانی به کرسی بنشینه. آخوندها میخواستند و هنوز هم میخواند عراق رو به فرصت بزرگ برای نجات رژیم بلدفقیه تبدیل کنند و هیچ کس توانایی ایستادگی در برابر بنیادگرایی و تروریسم آخوندها رو نداشت. اما مسعود از ابتدا گفت اگر اشرف پایداری کند و به ایستد، جهان هم ایستادگی خواهد کرد. ثمره همین ایستادگی و محصول اجتماعی و سیاسی پایداری شهر اشرف است. نیرویی که در منتهای محدودیت و نداشتن تردد آزاد توانسته است چنین همدردی و حمایت عظیمی در مردم عراق برانگیزد، بیشک نیرو با شکستن طلسم اختناق در داخل میهنش با همین جاذبه قدرتمند مردمی اوقا خواهد کرد. آری، مجاهدان آزادی که در تبلیغات ورشکسته دشمن و حامیانشان فاقد پایگاه اجتماعی قلمداد می شوند، نیروی متحد کننده ایران فردا هستند که برای بنای یک کشور دموکراتیک اکثریت ملت ایران را در کنار خود خواهند داشت.
این مقاومت به دلیل برخورداری از یک آرمان مشروع، به دلیل سازمان یافتگی و به دلیل محبوبیت در میان هموطنانش، تنها نیرویی است که قادر است پتانسیل عظیم مردمی در برابر رژیم آخوندی در داخل ایران، به خصوص پتانسیل عظیم زنان تحت ستم و سرکوب میهنمان را به حرکت درآورد. از این رو مقاومت ایران نخستین برنده دموکراسی و فضای آزاد می باشد و عمال استبداد نخستین بازندگان آن هستند. به همین خاطر بارها و بارها گفته ایم که انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس اصل حاکمیت مردم و نه ولایت فقیه و رفراندوم را میپذیریم، اما در این حال گفتیم و تکرار میکنیم که افعی کبوتر نمیزاید و از ارتجاع حاکم بر ایران نباید جز داغ و درفش و اختناق هرچه بیشتر انتظار دیگری داشت. آری 27 سال جنایت و ستمگری کافی است. اکنون نوبت آزادی و حاکمیت مردم است. هم میهنان در مقابل زد و بند و سرکوبگری و دجالیت آخوندها، مقاومت ایران به کوههای سر به فلک کشیده، یعنی به شما تکیه دارد. شمایید که رژیم ولایت فقیه را در بن‌بست کامل فرو بردید. در داخل ایران هموطنانمان سال گذشته با بیش از 4000 حرکت اعتراضی و تقدیم ده ها شهید و صدها مجروح، همه جا فریادشان آزادی بود. امسال قیام‌های خونین هموطنان آذری در 4 استان شمال غرب کشور و اعتراض‌های پی در پی دانشجویان همین هدف را پیگیری کرده است. سلام بر مردم آذربایجان و سلام بر مردم آزادی ستان تبریز. در اینجا باید از زنان قهرمان میهنم یاد کنم که به خصوص در 2 سال اخیر به تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی چشمگیری علیه دیکتاتوری آخوندی دست دادند. سال گذشته در 22 خرداد و 8 مارس و امسال باز در 22 خرداد هزاران زن دلیر زنجیرهای رعب و اختناق را نادیده گرفتند و در قلب پایتخت با فریاد آزادی علیه قوانین و سیاستهای زن ستیزانه شوریدند. زنانی که با برافراشتن پرچم تسلیم ناپذیری در برابر ملاها آرمان ده ها هزار تن از زنان شهید مقاومت سرفراز را زنده و جوشان نگه داشتند. شما زنان آزاده می توانید و باید با پیشتازی هزار زن قهرمان مجاهد خلق در شهر اشرف، این پیشتازان رهایی زن ایرانی، چنان سیل بنیانکری به راه اندازید که به مثابه نیروی عظیم سرنگونی ریشه آخوندها را بسوزانید و آنها را از سراسر ایران جارو کنید. این توان در شما وجود دارد. این توان در شما وجود دارد. کافی است به آن باور کنید و به قیام برای آن برخیزید.